نیروی هوایی ارتش دفاعی اسرائیل در مرزهای سوریه اقدام به هدف قرار دادن یک محموله سلاح و مهمات کرده است. جزئیات حمله هوایی روز جمعه مشخص نیست. با این حال یک مقام اسرائیلی که نامش فاش نشده ضمن تایید این خبر به رویترز گفته است که این محموله برای حزب الله لبنان تهیه شده بود. در همین حال یک مقام مطلع آمریکایی نیز احتمال داده که در این حمله هوایی ساختمانی در مرز با لبنان هدف قرار گرفته شده است. بر اساس گزارش‌های رسیده این عملیات نظامی پس از جلسه محرمانه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با مقامات امنیتی کابینه این کشور صورت گرفته است. همزمان رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا که در سفری رسمی در کاستاریکا به سر می‌برد در نشستی خبری گفت: من پیش بینی سناریویی را که در آن پای ارتش آمریکا به سوریه باز شود نمی کنم و فشاری هم برای این کار نمی آورم. این سناریو نه تنها برای آمریکا بلکه برای سوریه هم مفید نیست. جنگ داخلی میان گروه‌های متفاوت مسلح و ارتش وفادار به بشار اسد طی 2 سال اخیر بیش از 70,000 کشته بر جا نهاده است.